مینا نامدار و افشاگری جنجالیش در مورد پوریا پوتک و آبروریزی عجیب و بی سابقه‌ای که وسط لایو انجام داد. با ما همراه باشید، راجبش صحبت میکنیم و این لایو جنجالی و پرحاشیه رو از مینا نامدار شاخ اینستاگرامی میبینیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب خدمت اون دوستانی که شاید مینا نامدار رو کلن نشناسن بگم که مینا نامدار از شاخهای قدیمی مجازی تو اینستاگرام هستش که سالها قبل به واسطه دوستیش با پیام صادقیان، بازیکن سابق پرسپولیس و رابطه‌ای که با هم داشتن خیلی زود تو اینستاگرام مشهور شد. توی دوران کرونا هم جز کسایی بود که لایوهای جنسی و چرت و پرت برگزار میکرد و توی تایمی که ملت به خاطر قرنطینه توی خونه هاشون بودن و از بیکاری سر به هر جایی میزدن، خیلی تونست مشهور بشه و لایوهاش حسابی پربازدید بود. از همونجا هم بود که به شهرت رسید و تعداد فالوورهاش روز به روز بالاتر رفت. اما نقطه عطف شهرت مینا نامدار رو میتونیم به ماجرای لایو جنجالیش با یه پسر بچه 14-15 ساله بدونیم که توی این لایو صحبت‌های زننده جنسی رو با این پسر انجام داد که حتی سن قانونی هم نرسیده بود، که خب با واکنش افراد مختلف همراه بود. حتی وزیر ارتباطات هم نسبت به این لایو واکنش نشون داد. اما از طرف مقابل پوریا پوتک رو احتمالاً شمایی که داری این ویدیو رو از توی یوتیوب می‌بینی خوب می‌شناسی. یوتیوبر معروفی که از قدیمی های یوتیوبه و میتونیم اونو جز 10 تا یوتیوبر قدیمی و پر مخاطب یوتیوب فارسی بدونیم. پوتک قبلا توی چند تا از ویدیوهاش راجب مینا نامدار صحبت کرده بود و گفته بود که جز دوستای خوب اون هست، ولی خب اشاره به این که با هم رابطه نزدیک و عاشقانه داشتن هیچ وقت نداشت. تا اینکه شایعه‌ای توی فضای مجازی مطرح شد که پوریا زن روسش رو از مدت‌ها قبل دور زده و با مینا نامدار وارد رابطه شده و به زن و بچهش خیانت کرد، که خب نسبت به این شایعات و این ماجرا نه پوریا و نه مینا اولش واکنش خاصی نداشتن و خیلی ها معتقد بودن مینا نامدار خودش این حاشیه رو ساخته که از قبل پوریا پوتک به شهرت برسه و از اون طریق فالووراشو بیشتر بکنه. اما در نهایت چند شب پیش مینا نامدار توی یه لایو صحبتایی رو در این باره انجام داد و دست به افشاگری در مورد پوتک زد و درباره خیانتی که پوتک به همسرش انجام داده صحبت کرد. بریم با همین لایو و صحبتای مینا نامدار رو بشنویم. ولی دقت داشته باشید که این صحبت‌ها صرفاً لایو و صحبتای مینا نامداره و با توجه به سابقه سیاه مینا در خالی بندی اصلاً نه تایید میشه این صحبت‌ها و نه رد. باید منتظر باشیم ببینیم پوتک هم نسبت به این ماجرا واکنش نشون میده یا نه. بریم با هم اول این صحبت رو از مینا نامدار بشنویم. باز تاکید میکنم این لایو یه مقدار الفاظ رکیک هم داره، ترجیحاً توی جای خلوت با صدای کم گوش بدید. بریم گوش بدیم. تا دیشب که خودم از قبل این ماجراها به مردم قول داده بودم که لایو بذارم، ازش پرسیدم، گفتم پوریا با این حواشی که درست شده الان درسته من لایو بذارم؟ گفت آره، کار روزمره تو انجام بده، اصلا اگر که بخوای کار روزمره تو انجام ندی مردم بیشتر شک میکنن به من و تو، به رابطه من و تو. من لایومو گذاشتم. لایومو به محض اینکه باز کردم با فؤاد تمام سوالا در مورد پوتک بود. رابطت با پوتک چیه؟ فقط و فقط تمام سوالا همین بود. همونجا من که من تنها ابزاری که داشتم دیشب توی لایو بلند شدم، یه ذره لایو سکسی کردم، یه ذره چاکش نشون دادم، یه ذره برگشتم روش گفتم ببینید موهام چقدر بلنده، باسنم رو نشون دادم که هزار جام پخش شده. یعنی از بدن خودم که 2 ساله همه کسایی که منو فالو دارن میدونن قبلا چقدر لایوهای کنسرت شعر میذاشتم، ولی 2 ساله من اصلا نه تو خاشیم، نه تو لختی بازیم، نه تو هیچ کسکلک بازی دیگه اینو داشتم میگفتم. شروع کردم به سکسی بازی کردن که مردم یه ذره حواسشون بره به این سکسی بازیه و سوالا رو راجع به پوتک کم بکنن، یه ذره تنش از روی پوتک منو پوتک بیاد کنار. بعد بهش مسیج دادم، گفت عزیزم چیکار میکنی؟ گفتم توی لایوم. گفت چطور پیش میره؟ گفتم پوریا همون دیگه که بهت گفتم نباید لایو میذاشتم، بقید یعنی همه دارن راجع به من و تو سوال میکنن و من مجبور شدم کسکونم رو بریزم بیرون. اوکی، ویو لایو رفته رو 3000 نفر، مردم تو رو دیگه یادشون رفته، دیگه چیزی راجع به تو نمیبرسن، دارن اسکرین شات از کسکون من میگیرن.
و این آدم فکر میکنه چی گفت؟ آدمی که به جون بچهش، به جون پسرم ریچ، به جون پدرم که همه زندگیمه، به جون مادرم، به جون تو که عشق زندگی میقسم، که اولین بار تو زندگیم عاشق شدم، اولین باره که بدون تو نمیتونم، همه اینا هست، همه اینا رو من در اختیار دارم برای زدن واقعا، ولی من این قضیه رو نمیخوام زیاد کشش بدم، بخاطر اینکه نزدیک به اعتراضات مردم ایرانه و من به هیچ وجه اگر نمیتونم کمکی تو اعتراضات مردم ایران بکنم، به هیچ وجه نمیخوام توی این وضعیتی که مردم میخوان بریزن تو خیابون اعتراض بکنن، حالا سوژه بحث من و پوریا کوتک باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی پوریا کوتک انقدر کثیفه، حداقل این یه دونه رو میتونم بگم، انقدر الان تو نظر من کثیفه که فقط یادتون بیفته اون دروغی که $200,000 من به مردم ایران توی اعتراضات کمک کردم کوه، که بعدنم رسوا شد که اصلا همه جا وایساش پخش شد که به دوستاش گفته بود بیان کیرم رو بگیرن، چرا باید $200,000 به مردم ایران کمک کنم؟ آدمی که قسم میخورد به جون بچهش که تو تنها عشق زندگی من بودی، من 2 سال قبل از این که با یولا ازدواج کنم 2 سال با یه نفر زندگی کرد رابطه داشتم، اونو دوست داشتم و بعد از اون تو، یعنی هیچ نگفت ازدواج من روی عشق عاشق بوده. این آدم وقتی من بهش گفتم من کسوفونم رو ریختم بیرون که نظر را جرب کسوفون من بشه دیگه راجع به تو سوالی نکنم، تو میکنین چی گفت؟ گفت او لینکش رو بفرست ببینم، واقعا خدا وکیلی ریختی بیرون دیگه سوال نکردن راجع به من، دمت گرم، خیلی با معرفتی. میدین چی میگم؟ یعنی بیغیرتی، اوکی تو یه بار کسی که اینقدر بیغیرته که وقتی مردم دارن جونشون رو تو خیابون میدن، میاد میگه من $200,000 به مردم ایران کمک میکنم که بتونن به اعتراضاتشون ادامه بدن، من چقدر احمقم که فکر کردم که حرفش به من میتونه راست باشه. این اولا که بگم این ایرادی که به من میگیره که تو چقدر احمق بودی رو کاملا قبول میکنم. این که میگه 100% که زنش رو به تو ترجیح میداد، 100% که بازی چت کرده بوده، اوکی همه اینا رو 100% قبول میکنم. کوتک ریخت و قیافه داره، قد و هیکل داره، هم قد من پوریا کوتک 1.70 قدش، تو مسیجاش هست اگر که به سر قد بلند دوست داری من لفت گروپ و فلان و این حرفا، همه این رو میذارم. یک بار که جای من قرار بگیری اون موقع تازه میتونی منو درک بکنی. طرف میاد میگه 13 سال دارم زندگی میکنم، نگاه کن دیگه. ببین این جمله منو قانع کرد زمانی که این آدم برگشت به من گفت 13 سال با این آدم زندگی کردم بچه دار نشدم، زمانی که روسیه اوکراین جنگ شد ما پناهنده شدیم آلمان، پامون به کانادا باز شد، من قد تصمیم به حالا چجوری بچه دار شدنم در جریانم، ولی دیگه اونقدر نمیخوام خصوصیش کنم، تصمیم به بچه دار شدن گرفتم. خب معلومه وقتی یه نفر بهت میگه من 13 سال با یه نفر بودم بچه دار نشدم، تازه الان به خاطر اینکه پاسپورت کانادا گیرم اقدام کردم بچه دار شدم، تو باور نمیکنی که این آدم رابطه با زنش نداره؟ خب آف کورس وقتی که میاد ادعای عشق عاشقی به تو میکنه و از اون برم میدونی یه رابطه سرده، تو هم جای من بودی ممکن بود گول بخوری. پس یک بار خودتو جای طرف مقابل بذار قبل از قضاوت کردن، یه بار خودتو جای طرف مقابل بذار. خب ببین اولا که آره خیلی دیدم که پوریا و مینا دستشون توی کاسه است واسه این که واسه آلبوم جدید پوریا حاشیه بشه. خب اگه پوریا میخواست با این قضیه واسه آلبومش حاشیه کنه که زندگیشو به خطر نمینداخته، چرا باید اینجوری زندگیشو به خطر بندازه؟ چرا با یه حاشیه دیگه نه؟ چرا با یه چیزای دیگه نه؟ چرا با یه وایسای لو رفته دیگه نه؟ چرا باید وایساش آنسن بکنه؟ چرا من از قبل باید اینا رو ریکورد آخر سریا که شک کرده بودم بهش استفاده میکنم ریکورد اسکرین گرفته باشم، چرا فقط اونا رو من باید داشته باشم؟ چرا اصلا چیزی به اسم آنسند باید وجود داشته باشه؟ میدونی چی دارم بهتون میگم؟ این یک که اصلا رفته به آلبوم، بعد از آلبوم این آدم چی به من میرسه؟ پوریا کوتک وایساش بزنین توی یوتیوب، وایساش پخش شده، پول ادیتوراشو نداده، پول کسایی که تو آلبوم قبلی باش همکاری کردن رو نداده، خیلی از رفیقاش هزار جور براش معرفت گذاشتن و پیچونده، بعد بیاد به من حال بده، من مینانام دار احمقم به چنین آدمی حال بدم؟ من بهتون بگم که من الان امیر از دست من خیلی ناراحته و
ولی ازش اجازه گرفتم که اینو بگم که پس فردا هم همین لایو تو خونه تسلو میذارم، به خاطر اینکه خیلی حرفا هم این آدم راجع به خیلی خواننده‌ها که تو روشون خایمالیشون رو میکنه پشت سرشون به من زده با سند و مدرک، میخوام این حرفا رو بزنم مگر تا قبل از اون واقعا بخواد عذرخواهی بکنه. من چون نمیخوام میونه هیچ کسی رو خراب کنم، تا دیروزم اگر واقعا نمیگفت دمت گرم کسکونه تو ریختی بیرون که حیثیت من نره یولا نفهمه، هیچ وقت راجع به این حرفی نمیزدم. داشتم این گوشی مخزن الاسراره، این گوشی رو باید از من بزنن، چون چتای افرادی تو این گوشیه، صدای افرادی تو این گوشیه، شماره افرادی تو این گوشیه که اگه من دنبال حاشیه باشم ایران و توران به فاک میره. ایران و توران از سران مملکت تو این گوشی با من صحبت میکنن. اگه نمیدونید بدونید، من نیازی ندارم به پوریا کوتک حرف بزنم برم تو حاشیه. پس این آمو که تیپ نداشت، قیافه نداشت، تا روزای آخرم اینو تو سرش میزدم من که تو کی هستی؟ خودش هم میگفت، میگفت مینا من استرس دارم، هزار نفر دنبال تو هم، زودتر بلند شد. من تمام اینا رو الان اگه لایو خودم بود میتونستم اسکرین‌شاتاشو گرفتم براتون بذارم. تو رو خدا زودتر بلند شو بیا کانادا، تو رو خدا سریعتر کاراتو بکن، تو رو خدا پیشم باش، میدونم هزار نفر دورستن. این استرس ها رو خودش هم داشت، ولی من غالبا دوستش، همین الان هم دوستش دارم. همین الان از من عذرخواهی کنه، حتی اگه بگه آره من از تو سوء استفاده کردم، حتی اگه بگه من از تو سوء استفاده کردم، واقعا دیگه راجبش حرف نمیزنم، چون نمیخوام وقت مردم بگیرم نه دنبال حاشیه‌ام. خب دوستان، این بودش لایو جنجالی مینا نامدار و افشاگری که علیه پوریا پوتک انجام داد. حتما نظراتتون رو تو بخش کامنت ها راجع به این صحبت ها برامون کامنت بذارید، بگید بهمون به نظرتون حق با مینا نامداره یا نه کلن خالی میبنده و پوریا پوتک هیچ خیانتی انجام نداده. نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.